صبح روز شنبه وزیر خارجه آمریکا وارد کابل شد و با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در یک نشست مشترک خبری اشتراک کرد. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در این نشست از کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان قدردانی کرد. وزیر امور خارجه می گوید که حکومت وحدت ملی اقداماتی را برای آمدن اصلاحات در بخش حکومتداری روی دست گرفته است و برای تطبیق آن گام های عملی را نیز برداشته است. حکومت وحدت ملی اقدامات را برای آمدن اصلاحات روی دست گرفته است و برای تطبیق آن گام های عملی را نیز برخواهد داشت. افغانستان متحد به عملی کردن برنامه های اصلاحی جامعه جهانی است. وزیر امور خارجه همچنان از تلاش ها برای تأمین صلح سخن گفت و تأکید کرد که تأمین صلح از خواست های اصلی مردم افغانستان است. وزیر امور خارجه همچنان گفت که جامعه جهانی با فشار آوردن بالای کشورهای همسایه زمینه گفتگوهای صلح را فراهم کند. حکومت افغانستان از هیچ امکانات برای آمدن صلح در کشور دریغ نمی کند. همکاری جامعه جهانی می تواند برای تأمین صلح در کشور مؤثر باشد و زمینه را برای کشاندن طالبان به میز مذاکره هموار کند. در همین حال وزیر خارجه آمریکا می گوید که کشورش از گام هایی که برای اصلاحات به ویژه در بخش مبارزه با فساد از سوی حکومت افغانستان برداشته می شود حمایت می کند. آمریکا و متحدانش حکومت وحدت ملی را در بخش های مختلف و به ویژه در بخش اصلاحات همکاری می کند. ما به همکاری های خود به افغانستان ادامه می دهیم. ما به افغانستان هستیم تا مشکلات موجود حل شود. پیش از این دبیر کل ناتو گفته است بزرگترین ماموریت این پیمان حمایت از نظامیان افغانستان است. اوباما نیز بر ادامه کمک های کشورش به افغانستان تأکید کرده است و گفته است روابط دو جانبه بین آمریکا و افغانستان می تواند در زمینه تأمین امنیت این کشور کمک کند.